سیروس قایقران فوتبال را از رده های پایه باشگاه ملوان بندر انزلی آغاز کرد و خیلی زود به تیم بزرگسالان این باشگاه قدیمی راه یافت. او در دیماه 1363 در 23 سالگی به عضویت تیم ملی فوتبال ایران درآمد و این پیراهن را تا فروردین 1372 برتن کرد. قایقران در 43 بازی ملی رسمی خود 21 بار کاپیتان تیم ملی بود و 14 گل نیز برای این تیم به ثمر رساند. مهمترین آن گل او به کره جنوبی در وقت‌های اضافه دیدار نیمه نهایی بازی‌های آسیایی پکن در سال 1990 بود. ایران در آن بازی‌ها با کاپیتانی محمد پنجلی و رهبری سیروس قایقران برای اولین بار بعد از انقلاب به مقام قهرمانی آسیا رسید. وی چند ماه بعد از آن بازی‌ها از فوتبال ملی خداحافظی کرد، اما فوتبال باشگاهی را در تیم کشاورز تهران به عنوان بازیکن و سپس مربی ادامه داد و در همان سال نخست مربیگری همراه با کشاورز عنوان سومی لیگ فوتبال ایران را به دست آورد. قایقران روز 18 فروردین 1377 به همراه پسر 8 ساله‌اش راستین در یک تصادف رانندگی در ابتدای جاده رشت تهران درگذشت. او در هنگام مرگ 37 سال داشت. یادش گرامی و روحش شاد. سیروس قایقران فوتبال را از رده های پایه باشگاه ملوان بندر انزلی آغاز کرد و خیلی زود به تیم بزرگسالان این باشگاه قدیمی راه یافت. او در دیماه 1363 در 23 سالگی به عضویت تیم ملی فوتبال ایران درآمد و این پیراهن را تا فروردین 1372 برتن کرد. قایقران در 43 بازی ملی رسمی خود 21 بار کاپیتان تیم ملی بود و 14 گل نیز برای این تیم به ثمر رساند. مهمترین آن گل او به کره جنوبی در وقت‌های اضافه دیدار نیمه نهایی بازی‌های آسیایی پکن در سال 1990 بود. ایران در آن بازی‌ها با کاپیتانی محمد پنجلی و رهبری سیروس قایقران برای اولین بار بعد از انقلاب به مقام قهرمانی آسیا رسید. وی چند ماه بعد از آن بازی‌ها از فوتبال ملی خداحافظی کرد، اما فوتبال باشگاهی را در تیم کشاورز تهران به عنوان بازیکن و سپس مربی ادامه داد و در همان سال نخست مربیگری همراه با کشاورز عنوان سومی لیگ فوتبال ایران را به دست آورد. قایقران روز 18 فروردین 1377 به همراه پسر 8 ساله‌اش راستین در یک تصادف رانندگی در ابتدای جاده رشت تهران درگذشت. او در هنگام مرگ 37 سال داشت. یادش گرامی و روحش شاد.